خط خبرها. صدومین سال روز استقلال افغانستان، روز امضای توافق امریکا و طالبان. طالبان اعلام آتش بس با امریکا را پذیرفتند، اما با حکومت را نه. تلاش برای نزدیکی روابط امریکا و ایران از راه افغانستان. ایالات متحده امریکا دنبال از این هست که باید روابط تغییر بخوره و حسنه شود. ایران نگران حاکمیت قطعی طالبان در افغانستان در نتیجه گفتگوهای امریکا با این گروه است. آغاز زندگی مشترک 280 جوان به گونه دست جمعی در کابل. آنان از تمام خانواده ها می خواهند که به جای هزینه پول فراوان در عروسی فرزندانشان شادی فراوان هزینه کنند. بسیار باید روی فرهنگ کار کنند تا از مصارف گزاف که امروز دامنگیر جامعه ما هستند از اینا جلوگیری کنیم. و کشته شدن 4 سرباز پاکستانی در نبرد با سربازان اندی. درود به مهمترین های خبر از یک با من نسیم جوینی. خوش آمدید. مشروع خبرها. قرار است توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در سال روز استقلال افغانستان امضا شود. برخی منابع بر رسانه‌های غربی گفتند که زلمه خلیلزاد به تاریخ 19 آگوست به قطر می رود و این توافقنامه را امضا خواهد کرد که بر بنیاد آن سربازان آمریکایی در افغانستان کاهش می یابد و آتش بس دو جانبه میان آمریکا و طالبان صورت خواهد گرفت. بر بنیاد گزارش ها طالبان تاکنون توافق نکردند که با حکومت افغانستان حتی پس از امضای توافق با آمریکا آتش بس اعلام کنند. از سوی قرار است رئیس جمهوری آمریکا نیز تا پایان امروز درباره صلح افغانستان و گفتگو با طالبان با مشاوران ارشدش به شمول وزیر خارجه و مشاور امنیت ملیش گفتگو کند. تمیم شهیر جزئیات می‌دهد. احتمالاً صدومین سال روز استرداد استقلال افغانستان روز سرنوشت‌ساز در پیوند به صلح افغانستان خواهد بود. حکومت وحدت ملی با هزینه‌های هنگفت مالی آماده بزرگداشت از یک صده استقلال افغانستان است. آن سو اما رسانه‌های غربی نگاشتند که طالبان در 19 آگوست در صدومین سال روز استقلال افغانستان توافقنامه صلح را با امریکا امضا می‌کنند. بر بنیاد گزارش CNN طرح صلح امریکا با طالبان منجر به کاهش سربازان امریکایی به 9 یا 8 هزار و نیز آتش بس دو جانبه میان امریکا و طالبان می شود. اما طالبان نپذیرفتند که با حکومت افغانستان آتش بس کنند. شمار از فرماندهان پیشین طالبان می گویند این گروه در حال حاضر در باره زمان خروج نیروهای خارجی محل امضای توافقنامه و امضا کنندگان آن با هم مشوره کردند. او پدی که مشوره ده چی تضمین ده پاره بود سوی نو ده مشوری از من پیکر بانی دست معلومی ری لکه مثبتی چی بی نو تروس پوری معلومات نسته که دلیسی چی نوی هفته که ده معلومات بشی. برخی تحلیلگران امریکایی اما توافقنامه صلح امریکا با طالبان را یک خیانت به حکومت و مردم افغانستان خواندند. دونالد ترامپ نیز تا پایان امروز با مشاوران ارشد خود به شمول مشاور امنیت ملی، وزیر خارجه، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا درباره برنامه های صلح این کشور با طالبان گفتگو می کند. رسانه های غربی گزارش دادند که پس از این گفتگو مایک پامپیو و یا جان بولتون به افغانستان خواهد آمد و زلمه خلیلزاد برای امضای توافقنامه صلح با طالبان به دوحه قطر سفر خواهد کرد. برخی آگاهان سیاسی از غیابت نماینده از افغانستان در گفتگوهای صلح امریکا با طالبان انتقاد میکنند و به این باورند که توافقنامه صلح امریکا و طالبان صلح را در کشور به بار نمی آورد و جنگ همچنان ادامه خواهد یافت. ما حاشیه قرار داریم، یعنی هیچ کس نمیداند که در این مذاکرات چی میگذره. یک توافق ناتام نمیتونه که برای صلح و ثبات افغانستان تضمین بکنه و میتونه خطرات بسیار جدی را در قبال داشته باشه.
برخی استادان دانشگاه میگویند که توافقنامه صلح تنها به سود امریکا است و خروج مسئول سربازان امریکایی را فراهم میکند. باور من این است که هیچ نوع ضمانت بر تضمین برای حفظ منافع افغانستان وجود ندارد. در این قرارداد به خاطر که امریکا فقط خودش میخواهد پایش از جنگ افغانستان بکشه. هنوز طالبان رسما در مورد این که آیا گزارش ها مبنی بر پذیرفته نشدن اعلام آتش بس از سوی طالبان با حکومت افغانستان حتی در صورت امضای توافق صلح با امریکا واقعیت دارد یا خیر چیزی نگفتند. اما اگر این گزارش ها درست باشد، روشن نیست که رهبران طالبان برای جنگ این گروه با نیروهای مسلمان امنیتی افغانستان با حضور امن کمتر از 10,000 نیروی امریکایی چی دلیل قانع کننده برای جنگجویانشان خواهند داشت. برخی میانجیگران غربی در پشت پرده تلاش دارند که منافع مشترک ایران و امریکا در افغانستان را روزنه بسوی آغاز گفتگوهای دو کشور بسازند. خبرگزاری رویترز به نقل از چندین منبع آگاه نگاشته که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در حال حاضر منفعت مشترک امریکا و ایران در افغانستان است و همکاری این دو کشور در مورد صلح افغانستان می تواند سرآغاز گفتگوهای سیاسی میان این دو کشور شود. حکومت امریکا در این باره چیز نگفته، اما دولت ایران به گونه رسمی هر نوع ارتباط و گفتگو با امریکا را رد کرده است. همزمان این خبرگزاری به پیام دست یافته که از سوی ایران به امریکا فرستاده شده بوده و در آن ایران نگران چگونگی گفتگوهای صلح افغانستان و حاکمیت مطلق طالبان در افغانستان پس از این گفتگوها بوده است. توافق صلح امریکا با طالبان چشم انداز به سوی باز شدن دریچه گفتگو میان واشنگتن و تهران. همزمان با احتمال دست یافتن به یک توافق صلح میان امریکا و طالبان، ظاهرا تلاش ها بر این است که منافع مشترک امریکا و ایران در افغانستان روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران را بهبود ببخشد. خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه غربی نگاشته که برخی میانجیگران در پشت پرده تلاش دارند که امریکا و ایران از راه افغانستان وارد گفتگو شود. این خبرگزاری نام میانجیگران را نگرفته است، اما گفته که تاکنون این میانجیگران به گونه پنهانی با مقامهای امریکا و ایران گفتگو کردند. خروج نیروهای خارجی از افغانستان و تبدیل نشدن افغانستان به پناهگاه امن هراس افغانان جهانی ظاهراً از خواستهای مشترک واشنگتن و تهران در افغانستان است که میانجیگران همکاری دو کشور در این مورد را گامی برای نزدیکی دو کشور خواندند. از لحن و کلام ترامپ هم با وجودی که پهباد امریکایی سقوط داده شد در ایران، با وجود از آن اونا انعطاف نشان دادن، از این روش های انعطافی آدم درک میکنه که ایالات متحده امریکا دنبال از این هست که باید روابط تغییر بخوره و حسنه شود. اما این که میکانیزم حسنه شدن رابطه به چه شکل مطرح میشه، این چیزیست که تا به اکنون کس نمیدانه. همزمان این خبرگزاری به پیامی که از سوی ایران به امریکا فرستاده شده دست یافته که در آن تهران نگرانیش را در مورد چگونگی گفتگوهای صلح امریکا و طالبان و گفتگوهای طالبان و دولت افغانستان ابراز کرده است. بر بنیاد این گزارش، طالبان به همپیمانان ایرانیشان گفتند که در گفتگوهای صلح با امریکا کمتر از حاکمیت طالبان در افغانستان را نخواهند پذیرفت. حکومت امریکا حاضر به پاسخگویی در این مورد نشده است، اما ایران به گونه رسمی هر نوع ارتباط با امریکا را رد کرده است. بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شاید بر چند هفته هم دوام نکند. کسی در این شک داشته باشه سخت اشتباه میکنه. این تحلیل و برداشت اداره های رسمی کسایی است که دولت را ساختن، تحمیل کردن و حمایت کردن و تا امروز حفظ کردن. در این گزارش ایران به خاطر مبارزه با تهدیدهای نظامیان امریکایی در نزدیکی‌های مرز کشورش با افغانستان از نگاه مالی و تجهیزاتی طالبان را سالها پشتیبانی کرده است. ایران پیش از این تایید کرده بود که با طالبان رابطه دارد، اما گفته بود که این رابطه را به خاطر بهبود روند صلح افغانستان تأمین کرده است.
چند پیش سفیر ایران در کابل در گفتگو با تلویزیون یک گفته بود که آینده مبهم در انتظار افغانستان و منطقه است و هر آنچه پیش می آید مسئولش ایران نه بلکه امریکا خواهد بود. محمد اشرف غنی نامزد ریاست جمهوری میگوید بقا و فنای افغانستان وابسته انتخابات است. او بر حفظ نظام جمهوری با برگزاری انتخابات تاکید میکند. همزمان اما گلبدین حکمتیار جمهوری صلح را مهمتر از انتخابات میداند و میگوید صلح انتخابات را به تعویق خواهد انداخت و او برای تامین صلح آماده قربانی دادن است. دسته انتخاباتی دولت ساز در ادامه پیکارهای انتخاباتی انتخابات را برای بقای کشور حیاتی می داند و بر برگزاری این انتخابات حتی بدون پشتیبانی مالی جامعه جهانی تاکید می کند. در این موقعیت برای بقا و فنا تصمیم می گیرید. این انتخابات با تمام محبتی که به تیم دولت ساز دارین این انتخابات راجع به بقای نظام جمهوری اسلامی افغانستان است. دسته انتخاباتی دولت ساز در حال انتخابات را مهمتر از صلح می داند که دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار مخالف این پندار است. اگر صلح نه طبیعی است که انتخابات باید به تأخیر بیفتد. هر دو همزمان ممکن نیست. ما در حالی که تصمیم گرفتیم تا آخرین روز به کمپین انتخاباتی خود ادامه بدهیم. اما رهبری تیم دولتساز در اینجا پیام به برخ سیاسیون نیز دارد. میگوید حکومت از سیاسیون حساب نخواهد گرفت اما آنان مانی سرمایه گذاری نشوند. ما میگیم که قشر سیاسی افغانستان معصوم خود است کنید. اینا اقدر میترسن که فکر میکنن که سباز پیشون پرسان میکنن که پیسیت از کجا آوردی. او بیادر تیر از کجا پیدا کردی خیر بیا سرمایه گذاری مشروع کو که موجب کار شوه نه ای که پیسه را بیرون ببری مگر مانع سرمایه گذاری نشو از سکتور خصوصی افغانستان حق نخوای برش خدمت کن 20 روز از آغاز پیکارهای انتخاباتی می گذرد اما کارزارهای انتخاباتی نامزدان بیشتر بر پایتخت متمرکز است و تنها از میان 17 نامزد، 2 نامزد به ولایت‌های کشور سفر کردند. برخی‌ها بدین باورند که گفتگوهای سال بر روند انتخابات سایه سنگینی خواهد افکند. جشن عروسی 140 زوج امروز به گونه دست جمعی در کابل برگزار شد. هدف این مراسم عروسی دست جمعی کمک به جوانان و نه گفتن به فرهنگ‌های ناپسند و پرهزینه گفته می شود. شمار از این جوانان می گویند که به دلیل چالش‌های اقتصادی و همچنین ایجاد فرهنگ عروسی گروهی عروسیشان را با کمترین هزینه به گونه دست جمعی برگزار کردند. خانواده‌های این زوج‌ها از تمام خانواده‌ها در افغانستان می خواهند که فرهنگ عروسی پرهزینه را از بین ببرند و به جای هزینه فراوان خوشی فراوان به فرزندانشان دهند. صد و چهل زوج در یک روز در یک جا و با کمترین هزینه امروز پیوند زندگیشان را بستند. جوانانی که شمارشان به خاطر فقر، شمارشان به خاطر فداکاری و شمارشان به خاطر مبارزه با فرهنگ ازدواج‌های پرهزینه با هم پیوستند. حسن و سحر یکی از این زوج‌هاند. حسن از بامیان و سحر از غزنی که زندگی مشترکشان در کابل رقم می‌خورد. شادند و بیخیال چالش‌های پیدا کردن پول هنگفت. میگویند از یک سو از هزینه کمرشکن عروسی جلوگیری کردند و از سوی دیگر فرهنگی ایجاد کند که جوانان بتوانند به آسانی ازدواج کنند. از لحاظ اقتصادی و از هر لحاظ فرهنگی بگویم معنوی بگویم خیلی مفید است. مثلا از لحاظ اقتصادی اگر بسنجیم یعنی هزینه که از طرف نهاد میشه تماما نهاد پرداخت میکنه. همراهان حسن خاوری از مردم میخواهند که به جای هزینه پولهای هنگفت در مراسم عروسی بخش اعظم آن پول را میتوان هزینه شادمانی زندگی مشترکشان کنند.
بسیار باید روی فرهنگ کار کنیم تا از مصارف گزافی که امروز دامنگیر جامعه ما هستن از اینا جلوگیری کنیم و این یک فرهنگ سازی بهتر است در جامعه ما. خانواده های این زوج ها هم تاکید میکنن که خانواده ها باید بیش از پول به خوشی فرزندانشان ارزش دهن. اینمی خودش یک نمونه است، خود بیدانند مردم که این نمونه است، همگی باید از این پیروی کنند. این واقعا با ارزش است برای همه ملت افغانستان و جهان. سیگمی خیلی کمه دیگه، او خیلی آدم قرضدار میکنه، قرضدار که سر مفاد و از بانگ بارو بیاره دیگه بیاره یه پوره نمیشه، یه پوره نمیشه، یه مصرف خیلی کمه مفاده، خیلی خوشحال، خیلی خوشحال مفاده. این مراسم به کمک یک نهاد خیریه برگزار شده است. آنان میگویند تلاش میکنند تا خانواده ها را وادار کنند که عروسی فرزندانشان را دست جمعی برگزار کنند تا از هزینه های هنگفت جلوگیری شود. من از خواهرها و برادرهای خود پرسان کنم وقتی که میشه با 50,000 افغانی یک کاری را به بهترین وجهش انجام داد، ما چرا 1,000,000 افغانی 8 لک افغانی را اونجا مصرف کنیم؟ همین سرمایه را ما میتونیم در بسیار جاهای مناسبتر و با اهمیتتر و ضروریتر ما مصرف بکنیم. در صورت برگزاری چنین یک مراسم دست جمعی عروسی، بر هر داماد و عروس از 10 تا 20,000 افغانی مصرف خواهد شد، در حالی که در ازدواج های انفرادی از 100,000 تا 1,000,000 ها افغانی هزینه می شود. پولی که با آن نه تنها می توان زندگی مشترک را سعادتمند و شاد نگه داشت، که حتی می شود با آن به جوانان بیکار زمینه کار فراهم کرد. فعالیت زنان تجارت پیشه و کارگر در هرات رو به افزایش است. هرچند این بانوان با مشکلهای فراوان روبرو اند، اما با آغاز تجارت برای صدها همجنسشان زمینه کار فراهم کردند. شمار از زنان کارگر میگویند که با به دست آوردن کار مشکلهای فراوانشان را حل شده است. حالا نان برای خوردن به فرزندانشان میتوانند ببرند. فرهاد جویا این گزارش را از هرات فرستاده است. بزرگترین جنگاور جهان فرزند زنی بوده است. هرگاه حق تلفی در حق زنان شده است، هم از سوی مردانی شده که فرزندان زنان بودند. زنان افغانستان همواره دورمانده از حقهایشان شناخته شدند. اما این وضعیت آهسته آهسته رو به تغییر است. در نزدیک به 2 دهه مردم سالاری، زنان زیادی قربانی خشونت‌های مخالفان مسلح شدند و زنان زیادی هم به پای خود ایستاد شدند و به هم نوعانشان کمک میکنند. بازار کار و تجارت بانوان در هرات نمونه‌ای بر این ادعاست. در اینجا بانوان دکانداری میکنند و از همین راه نفقه خانواده هایشان را تامین میکنند. بازار کارشان هم چنان که خودشان میگویند بد نیست. برخی هایشان از مردم به خاطر استفاده نکردن تولید افغانستان گله دارند. خب میفهمیم وضعیت افغانستان در کل وضعیت اقتصادی و خوب نیه، مشکلاتی هست و ما هم از این قائله مستثنا نیستیم. خیلی کم اتفاق میفته که از صنایع داخلی کمتر بیشتر استفاده بکنن. اکثریت هم چیزایی که از دیگه کشور صادر میشه بیشتر مردم استفاده میکنن، تا اینکه به توجهی به محصولات خود کشور خود داشته باشن خیلی کم توجه میکنن. در کنار تجارت، شمار زیادی از بانوان در این ولایت به کارگری نیز پرداختند. زنانی که جنگ و فقر نان را از دسترخانشان را بوده و آنان حالا تقلا دارند از راه مشروع روی دسترخانشان نانی گذارند. اینجا تقریبا 20 خانوم هستم که کار میکنم و تولیداتی که کار میکنم اینا بسیار بازار خریدار خوبی داره و استقبال خوبی شده که مردم ما خیلی علاقمند هستن به زی تولیدات ما. اما تمام امیدهایی که بخشی از زنان در 2 دهه پسین در افغانستان به دست آوردند، در سایه دود جنگی است که مردان آن را راه انداختند. جنگی که از هر طرف اگر یک قربانی هم میگیرد، کمر مادری میشکند. هرچند هیچ مادری دوست ندارد فرزندش طرفی از جنگ باشد.
شمار از باشندگان بلخ از افزایش ناامنی در اطراف شهرک بندری حیرتان نگرانند. هرچند فرماندهی پلیس بلخ برای تمام باشندگان این ولایت اطمینان می‌دهد که نیروهای در برابر هر نوع تهدید ایستادگی خواهند کرد، اما باشندگان شهرک بندری حیرتان می‌گوید اندکترین غفلت نیروهای امنیتی می‌تواند این شهرک را به دست مخالفان سقوط دهد. با این وجود مسئولان بندر حیرتان با وجود پذیرفتن تهدیدهای امنیتی در اطراف این شهرک میگویند برای مبارزه با تهدیدها آمادگی کامل دارند. عبدالعزیز کریمی این گزارش را از بلخ فرستاده است. از 15 ولسوالی بلخ در حال حاضر دست کم 7 ولسوالی آن زیر تهدید جدی امنیتی قرار دارد. چمتال، چاربولک، دولت آباد، بلخ، شلگره، کلدار و شورتپه ولسوالی هایی هستند که مخالفان مسلح فعالیت هایشان را در آن افزایش دادند. حالا گسترش فعالیت های حرس افغانان در ولسوالی های شورتپه و کلدار باشندگان شهرک بندری حیرتان را نگران کرده است. امنیت ولسوالی های شورتپه و کلدار کوشش بیشتر کنند که مبادا که حیرتان که یک از بندرهای مهم بلخ یا افغانستان است که مبادا سبب ناامنی با شهرک حیرتان خطور کند. اندکترین غفلت نیروهای امنیتی به خاطر امنیت شهرک بندری حیرتان فاجعه آور باشد. مسئولان بندر حیرتان هم میپذیرند که در اطرافشان تهدید وجود دارد، اما میگویند مخالفان مسلح تا کنون از ولسوالی های اطراف شهرک وارد آن نشدند، اما در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد آنان آماده تامین امنیت این شهرک هستند. جنوب شرق شورتپه که ما هستیم الحمدلله در ساحات ما و ساحات حیرتان کدام تشویشی نداریم، اما دشمن هست، در صددی چیز هست، ما دشمنم نادیده گرفته نمیتونیم. آمادگی خود ما مقابلش الحمدلله 100% داریم. و شهروندای عزیز ما که در شهرک بندری حیرتان مسکن گزین هستن و زندگی میکنن، به اونو اطمینان میدیم که از طرف شب و روز با خاطر جمع زندگی بکنن، هیچ کدام تهدید مشکل بالای شهرک بندری حیرتان نیستن. فرمانده پلیس شهرک بندری حیرتان همکاری مردم را در تامین امنیت این شهر اثرگذار می‌خواند و از باشندگان حیرتان می‌خواهد که برای تامین بهتر امنیت با نیروهای امنیتی همکاری کنند و به مخالفان مسلح اجازه رخنه در خانه‌های مسکونی در اطراف این شهرک را ندهند. در خارج از کشور، ارتش پاکستان اعلام کرده که در پی تیراندازی سربازان هندی 4 سرباز این کشور کشته شدند. آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان امروز در صفحه توییترش نگاشته که 3 سرباز این کشور دیروز در پی تیراندازی سربازان هندی کشته شدند و 1 سرباز دیگرشان امروز. ارتش پاکستان ادعا کرده که نظامیان هندی در مرز کشمیر آتش بس را نقض کرده و بر سر سربازان پاکستانی شلیک کردند که در پی مقاومت نیروهای پاکستانی 5 سرباز هندی نیز جان باختند، اما هند کشته شدن سربازانشان را رد کرده است. این نخستین درگیری سربازان پاکستان و هند پس از 3مین بار داغ شدن رابطه دو کشور بر سر کشمیر است. این در حال است که هند اعلام کرده که به زودی محدودیت‌های ناظر بر شبکه اینترنت و تلفن را در کشمیر رفع خواهد کرد. نرندرا مودی نخست وزیر هند در سخنرانیش در مراسم گرامی داشت از روز استقلال هند بار دیگر از تصمیم هند برای لغو اختیارات ایالات‌های جمو و کشمیر دفاع کرد. تنش‌ها میان دهلی نو اسلام آباد بار دیگر پس از آن اوج گرفته که پارلمان هند لایحه مدغم شدن ایالات جمو و کشمیر را به هند تصویب کرد. این کار هند اعتراض های را در پاکستان برانگیخته است و حکومت پاکستان میگوید که این تصمیم هند را نمیپذیرد. کوریای شمالی هر گونه گفتگوی صلح با کوریای جنوبی را رد کرده است. کمیته اتحاد کوریای شمالی در بیانیه گفته که دیگر حرف برای گفتن با کوریای جنوبی ندارد. با این حال کوریای جنوبی از آزمایش 2 موشک تازه از سوی کوریای شمالی خبر داده است. با گفته سیول این موشک ها بامداد جمعه 2 موشک را به آبهای شرقی این کشور پرتاب کرده است. در کمتر از 1 ماه گذشته این 6مین بار
آزمایش موشکی از سوی کره شمالی است. پیشتر رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود که گفتگوهای مربوط به آری کردن شبه جزیره کره از سلاح‌های هسته‌ای به مشکل برخورده است. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به آزادی ابرنفتکش گریسیک حامل نفت خام ایران از سوی دولت جبال طارق گفته که این نفتکش در صدد کمک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین هشدار داده که چنین اقدام میتواند باعث پیامدهای جدی برای تمام کسانی باشد که با ابرنفتکش گریسیک ارتباط دارد. وزارت خارجه آمریکا همچنین هشدار داده است که جامعه نوآوری جهانی باید آگاه باشد که دولت ایالات متحده در نظر دارد ویزای خدمه چنین شناورها را لغو کند. بیش از این ماه پیش از توقیف ابرنفتکش گریسیک که عامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام ایران بود، روز گذشته دولت جبل طارق این نفتکش را آزاد کرد و اجازه داد از بنادر این سرزمین خارج شود. خوش آمدید. در تازه های ورزش امروز ظاهر نوری نگاه انداخته به ورزشکاران وشوی افغانستان که در آلمان زندگی می کنند و تمریناتشان را در آنجا انجام می دهند. تمرینات در آلمان برای برافراشتن پرچم افغانستان در جهان. مرتضی حسینی که در آلمان زندگی می کند حال مسئول وشوی شهر کمپتن جرمنی است. او که آغاز فعالیت ورزشیش به سال 2005 برمی گردد، اکنون در آلمان شاگردان زیاد را در رشته وشو تربیت کرده است. از سال 2015 بدین سو رو به ورزش وشو آوردم و قبلا 2 سال عضویت تیم ملی جوانان را داشتم و 3 سال عضو تیم ملی وشو را و تا به حال 10 مدال را از آن خود کردم که 4 مدال طلا، 3 نقره و 3 برنز می باشد. حسینی در افغانستان 2 سال در تیم ملی جوانان و 3 سال عضویت در تیم ملی بزرگسالان وشو را در کارنامه دارد. او میگوید که در کارنامه ورزشیش 4 مدال طلا، 3 مدال نقره و 3 مدال برنز دارد. خوشبختانه از طرف دولت این کشور مسئول بخش وشوی مهاجرین مقرر گردیدم و فعلا هم در حدود 25 الی 30 نفر شاگرد دارم. شهر کمپتن که 75,000 جمعیت دارد، علاقمندان رشته ورزشی وشو نیز در آن دیده می شود. جوانان از ایجاد انجمن ورزشی حسینی در این شهر استقبال می کنند و آرزو دارند که روزی در میادین جهانی نیز به رقابت بپردازند. تمرینات ما خیلی به سختی ادامه دارد و خدا را شکر که ما دستاوردهای خیلی زیاد داشتیم و ما میخواییم که از این طریق از طریق ورزش میخواییم که بیرق افغانستان را به احتزاز در بیاوریم. فدراسیون ملی وشوی افغانستان در سال 1373 رسمان در چوکات اداره های ورزش ایجاد کردید. به گفته مسئولان این فدراسیون تا کنون ورزشکاران این رشته توانستند که بیشتر 300 مدال طلا، نقره و برنز از رقابت های بیرون مرزی برای افغانستان کسب نمایند. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. از توجه و امریتان جهان سپاس.